فیلم من یکی از پدیده‌های جشنواره 34 فیلم فجر بود. فیلم اول فیلمساز جوانی که پیشتر دستیار کارگردان در فیلم‌های عبدالرضا کاهانی بود. اما در اولین تجربه کارگردانی خود یک ایده بلندپروازانه را برای اجرا انتخاب کرد. او در دومین تجربه خود یعنی عرق سرد باز هم سراغ یک کاراکتر زن رفت، اما نتوانست موفقیت فیلم اول را تکرار کند و فضای شعارزده فیلم دوم بر امتیازات روایی و ساختاری آن سایه انداخت. حالا فیلمنامه عامه پسند را هم بیرقی همچون دو اثر قبلی خودش نوشته و میگوید فضای آن نسبت به فیلم‌های من و عرق سرد متفاوت است. من سعی می‌کنم شهود خودم رو آزاد بذارم ببینم به چه سمتی میره. این دفعه به این سمت رفت و خیلی هم سمت متفاوتی نسبت به دو فیلم قبلی، چرا که دو فیلم قبلی دو کاراکتر اصلیش و دو قهرمانش به اصطلاح خیلی خوی قهرمانی داشتن. این فیلم اتفاقا خیلی بر علیه خودم حرکت کردم و زن فیلم هیچ کدوم از خوی قهرمانی اون دو فیلم قبلی رو نداره. اتفاقا مسئله پرداختن به یک زن معمولیه که ویژگی های یک زن معمولی رو ساختن در شمایل قهرمان کار سختری بود نسبت به دو فیلم قبلی، چون از عادی بودن باید غیر عادی بسازی و اصلا این مسئله خود کاراکتر فیلم هم هست. عادیه که لحظات غیر عادی رو تو زندگیش تجربه میکنه یا تمایلات غیر عادی داره. عامه پسند اما از منظر کاراکتر اصلی میتواند تکمیل سگانه سهیل بیرقی درباره زنان باشد که فاطمه معتمداریا، هوتن شکیبا و باران کسری بازیگران اصلی آن هستند. فیلم بیشتر تحلیل کاراکتریه که داره تصمیم میگیره از معمولی بودن، از عامی بودن در بیاد و توی فصل آخر زندگیش، توی روزگار سپری شده زندگیش داره به این نتیجه میرسه که حالا از 57 سالگی به بعد مطالباتی رو داشته باشه که دیگه شبیه زنهای خانه‌دار دیگه نباشه، بیاد توی جامعه و یه چیزهایی بخواد از خودش، از اطرافیاش، از مرد. و آیا باید این زن بر اساس مطالباتیش که شکل خیلی عرف نداره محکوم بشه، باید حذف بشه یا باید تایید بشه؟ فیلم جواب نمیده به هیچ کدوم اینا، فقط مرثیه برای زنی که این انتخاب میکنه. شخصیت‌های محوری دو فیلم قبلی این فیلم ساز را لیلا حاتمی و باران کسری بازی می‌کردند که به ترتیب نماینده‌ای از زنان دهه 50 و 60 بودند. حالا پرسوناژ اصلی فیلم عامه پسند نماینده زنی از دهه 40 است که فاطمه معتمداریا نقش او را بازی می‌کند. نقش فهیمه میربود بر اساس خانم فاطمه معتمداریا نوشته شد. اصلا اولین تصویری که در ذهن من شکل می‌گیره وقتی هر کاراکتری رو شروع می‌کنم بنوشتن، ناخودآگاه تصویر یک هنرپیشه‌ای که بدون اینکه خودم براش تصمیم گرفته باشم شکل میگیره. اولین لحظاتی که این کاراکتر تو ذهن من نقش بست، ناخودآگاه تصویر خانم معتمداریا اومد تو ذهن من.